سلام، من نازنین معتمدی هستم. خیلی ممنون از استقبالتون از برنامه قبلی 37 درجه. همچنان به خاطر شیوع کرونا برنامه را در فضای باز ضبط می‌کنیم با رعایت همه احتیاط‌ها و نکات بهداشتی. در این برنامه در مورد خبرهای خوبی که در چند روز اخیر در مورد واکسن‌های پیشتاز کرونا بیرون اومده صحبت می‌کنیم و بهتون میگیم آیا این واکسن‌ها میتونن بدن رو برای همه عمر ایمن کنن؟ اگر ویروس جهش پیدا کرد آیا همه این واکسن‌ها بی‌اثر میشه؟ همینطور در این برنامه زیر ذره بین برای یافتن خالهای مشکوک بهترین روش برای برداشتن خال کدومه؟ این درسته که آدم ها فقط از 10% مغزشون استفاده میکنن؟ موفقیت واکسن هایی مثل فایزر، بیوانتک و مادرنا بهترین خبری بود که میشد تو این اوضاع و احوال شنید، مخصوصا این که میزان اثر بخشیشون 90% و حتی بالاتر از اون گزارش شده. گرچه برای تایید نهایی یه چند هفته باید منتظر بمونیم. اول ببینیم روش تولید این واکسن ها چطور بوده. در واکسن های رایج علیه بیماری های ویروسی اغلب از ویروس ضعیف شده یا غیر فعال شده استفاده میکنن، ولی واکسن فایزر و مادرنا اولین واکسن‌هایی هستند که با فناوری mRNA ساخته شدند. در این روش بخش کوچیکی از کد ژنتیکی رو از شاخک ویروس کرونا برمی‌دارند. پس از تزریق این واکسن، این کد به داخل سلول میره و شاخک ویروس رو بدون بیماری‌زایی تولید می‌کنه. سیستم ایمنی بر ضد این عامل خارجی پاتن و سلول‌های ایمنی تی تولید می‌کنند. بنابراین وقتی خود ویروس کرونا وارد بدن بشه، سیستم ایمنی می‌تونه اونو شناسایی و خنثا کنه. هنوز خیلی چیزها رو راجع به این واکسن‌ها ما نمی‌دونیم. از شما خواسته بودیم که سوالات خودتون رو در اینستاگرام برای ما بفرستید. منتها تعداد سوالایی که دریافت کردیم اونقدر زیاد بود که تو دو تا برنامه بهشون جواب خواهیم داد. دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس بهداشت عمومی از اتحادیه جهانی واکسیناسیون اینجا هستن که به بخش اول سوالاتتون جواب بدن. دکتر ستایش، خیلی ممنون که به خاطر ما رفتید تا دفتر سازمان بهداشت جهانی کنار مجسمه معروف واکسیناسیون. دقیقاً 40 سال پیش در این روزا بود که ریشه‌کنی آبله رسماً اعلام شد. آبله بیماری بود که جون خیلی‌ها رو گرفت، خیلی‌ها رو نابینا کرد و حدود 200 سال طول کشید تا واکسنی که می‌شناختیم برای آبله بتونه در سطح جهانی گسترش پیدا کنه. همه ما الان منتظر هستیم که ببینیم واکسن کرونا کی میاد، کی به دست ما میرسه. تا قبل از این مثلا نمی‌دونستیم که آیا واقعاً واکسن موثری برای SARS-CoV-2 یعنی همون عامل بیماری کرونا و کووید 19 خواهیم داشت یا نه. خیلی امیدوار بودیم، مرتب این صحبت رو میکردیم که واکسن در راه، واکسن خواهد رسید، ولی واقعیت اینه که تا وقتی اطلاعات اولیه فایزر بیرون نیامده بود هیچ کسی اطمینان رو نداشت. در نظر داشته باشین که الان سالهای ساله که ما در مورد HIV داریم تلاش میکنیم و هنوز واکسنی نداریم. چند خبر خوب از نتایج اولیه واکسن ها تو این روزا داشتیم با میزان اثر بخشی 90% و حتی بالاتر. این میزان اثر بخشی رو چطور اندازه گیری میکنن؟ نزدیک 48 تا واکسن در حال حاضر دارند فازای بالین رو می‌گذرونن و حدود 200 تا واکسن دیگه هم فازای اولیه رو می‌گذرونن. این مطالعات هم به این صورت انجام میشه که به یه سری افراد واکسن تزریق میشه و به یک سری افراد دارونما و اونا نمیدونن که واکسن رو میگیرن یا دارونما رو. اطلاعاتی که از واکسن فایزر به تازگی منتشر شده نشون میده که توی حدود 94 تاشون عوارض بیماری کرونا ظاهر شده بعد از 4 هفته. و وقتی که به این 90 چند نفر نگاه کردن دیدن که از هر 10 نفرشون 9 تاشون توی گروهی بودن که در واقع دارونما رو دریافت کردن. به این ترتیب میگن که 90% اثر بخشی داشته این واکسن. این رقم یکم خوشبینانه نیست، چون الان فقط دو تا واکسن با اثر بخشی 90% داریم، سرخک و آبل مرغون. مثلا واکسن آنفولانزا 40-60% اثر بخشیش هست. اطلاعات و عدد و رقم ها رو هنوز ما اونقدر نمیتونیم روش اظهار نظر کنیم. اینکه اینا در چه گروه سنی هستن، کجا اثر داره، کجا اثر نداره، در عمل وقتی که میاد توی جامعه بزرگتر و خارج از اون جایی که مطالعه انجام شده چقدر هست، شرایط تغییر خواهد کرد. معمولا ما تو واکسن یه چیزی بالای 70% یه واکسن موثر میدونیم. البته بر اساس قدرت بیماریزایی ویروس و یا باکتری ما نیاز به درصدی بالاتری هم از اثر بخشی داریم، ولی 90% واقعا درصد بالاییه. البته زیاد دور از ذهن نیست، ما وقتی که واکسن روس هم همین حدود درصد رو اعلام کرد با وجود اینکه اول یه ذره با شک و تردید نگاه کردیم، الان وقتی که فایزر هم داره همین عدد رو اعلام میکنه، اینا همش خبرهای خوبیه برای اینکه بشه جلوی بیماری کرونا رو در آینده نزدیک گرفت. آیا واکسن های مثل مادرنا و فایزر بیوانتک از یه روش برای تولید استفاده میکنند؟
اگه من بخوام یه مقدار باز بکنم این روش‌های تولید واکسن رو، واکسن فایزر از mRNA استفاده می‌کنه. در واقع یه قسمت از ویروس رو که اون بهش میگن شاخکش، دستور تولید روش وارد بدن انسان میکنه و انتظار داره که بدن شروع کنه اون رو تولید کردن و بر ضدش پادتن ایجاد میکنه. واکسن های دیگه شبیه این عمل نمی کنن. تو این چیزای واکسن هایی که در واقع تو رده اولیه هستن، یه سری واکسن داریم که خود ژنتیکی رو وارد یه ویروس دیگه میکنن، مثل ویروسی که شبیه ویروس های سرماخوردگی هست، مثل آدنو ویروس ها، و اون آدنو ویروس ضعیف شده رو وارد بدن میکنن، اون ویروس تکثیر میشه و اون کد ژنتیکی مثلا اون سپایک کرونا رو تولید میکنه و بدن نسبت بهش مقاومت ایجاد میکنه. 3-4 تا از واکسن های پیشتازی که ما داریم از این روش استفاده میکنن، و بعضی از واکسن ها هستن که اصلا از ویروس غیر فعال شده استفاده میکنن، به نوعی تمام ویروس رو دارن غیر فعالش میکنن و کل ویروس رو وارد بدن میکنن. کدوم یک از این شیوه‌های تولید مزیت بیشتری داره؟ در مورد این mRNA واکسن‌ها، این نوع خیلی جدید واکسن که فایزر هم یکی از اونها هست، به خاطر اینکه فقط روی اون پروتئین خاص شاخکی تمرکز شده و چیز دیگه‌ای وجود نداره، کارو خیلی ساده‌تر کرده. ما به دنبال عوارض زیاد نیستیم و این سرعت کارو خیلی جلو برد. از این نظر خب mRNA یا چند قدم جلوتر هستن، یا آدنو ویروس‌ها همینطور، به خاطر اینکه تقریباً همین کارو می‌کنن، ولی تولیدشون ساده‌تر هست. با این حال زمانبریشون یه مقدار طولانی تره. مثالشو براتون بزنم، برای واکسن آنفلوانزا ما مثلا حدود 6 ماه تولید هر محموله واکسن آنفلوانزا طول میکشه، وقتی همین که هر سال باید صبر کنیم تا این موقع سال بشه که ویروسی که مثلا اوایل سال اومده رو بتونیم ازش واکسن تولید بکنیم و در اختیار عموم قرار بدیم. از طرف دیگه شرایطی که نگهداری مثلا واکسنی مثل واکسن فایزر داره خیلی متفاوت هست با شرایط واکسنایی که از غیر فعال شده و کل ویروس استفاده میکنه. احتمالاً شنیدید که برای واکسن فایزر ما الان زنجیره سرمایه می‌خوایم که بعد منهای 70 یا منهای 80 درجه دما رو سرد نگه داره و در طول مدتی که واکسن از تولید کننده تا نزدیک‌های آخرین نقطه مصرفش می‌رسه و تو این دما نگهداری بشه. خب خیلی خیلی نیاز به تجهیزات پیشرفته‌ای داره و امکانش رو در سطح دنیا محدود می‌کنه. حالا که شیوه تولید واکسن مادرنا و فایزر بیونتک جواب داده، چرا بقیه شرکت‌های ساخت واکسن نمیان از روی همین شیوه واکسن تولید کنن؟ مطمئن نیستیم، این یک چیز هست. این تازه اولین نتایجی است که اومده بیرون، تکنولوژیش متفاوت و پیشرفته هست و یه چیزی رو ما داریم در هر سرمایه گذاری از جمله در این مورد، اینه که نمیخوایم همه تخم مرغامون رو توی یه سبد بذاریم. اگر شما فرض کنید که ما با این روش میرفتیم جلو و این روش شکست میخورد و روش‌های جایگزین رو نداشتیم، چیکار می‌خواستیم؟ ما واکسنی رو نهایتاً می‌خوایم که به همه مردم دنیا برسه، به اون کسی که توی یه دفتر کار توی سازمان جهانی بهداشت نشسته، توی یه کشور پیشرفته نشسته، توی یه کسی که توی زاغه توی یک کشور جنوب آسیا نشسته، یا کسی که توی یک جایی توی آفریقا هست که شرایط خیلی متفاوتی داره. واکسن هایی که ما میخوایم باید در مجموعه از واکسن ها رو در نظر بگیریم که اونها بتونن در شرایط مختلف اون نیاز که در واقع پیشگیری از گسترش این بیماری هست رو فراهم کنن. لزوماً همه اینها یک شکل نخواهند بود، یک چیز نخواهند بود، ولی همه‌شون اون اثر بخشی لازم رو برای جامعه هدفشون باید بتونن داشته باشن. و ما فکر می‌کنیم واکسنی که شاید در آینده به طور گسترده استفاده بشه، اگر قرار باشه که این واکسن کرونا یا واکسن روتینی بشه نه این بمونه، واکسنی خواهد بود که ممکنه از ویروس‌های غیر فعال شده بیشتر استفاده کنه. یعنی ما انتظارمون این هست که ممکنه برای یک گروهی به صورت خیلی ضروری و الان واکسنی مثل فایزر استفاده بشن، ولی در طول مدت زمانی یکی دو سال آینده اگر این ادامه پیدا کنه ما واکسن‌های دیگه‌ای رو ترجیح خواهیم داد که هم ارزان‌تر باشن، واکسن فایزر خیلی گران‌تر تموم میشه، هم زنجیره سرمایه آسان‌تری داشته باشن و هم امکان تولیدشون در جای مختلف دنیا وجود داشته باشه. واکسن‌های پیشتاز برای چه مدت ایمنی ایجاد می‌کنن؟ برای همه عمر؟ جواب سادش اینه که نمیدونیم. تازه اطلاعاتی که اومده بیرون هفته چهارمه و هفته چهارم خیلی کوتاهه، یعنی یک هفته بعد از دوز دوم، چون این واکسن به این صورت تنظیم شده بوده که دوز اول زده میشه، 21 روز بعد دوز دوم زده میشه و یک هفته بعد این نتایج منتشر شده. پس در مورد این واکسن به خصوص ما اطلاعی نداریم. امیدمون این است که طولانی باشه. اگه واکسنی فقط برای چند ماه دوام داشته باشه ممکنه بتونه در این مقطع بار بیماری رو پایین بیاره، ولی واکسنی نیست که ما بتونیم در سطح دنیا استفاده کنیم. یادمون باشه که این واکسن ها اگه 5 دلار هم هزینه داشته باشن، وقتی که راجع میلیاردها نفر داریم صحبت می‌کنیم، واسه یک توضیح کلان داریم صحبت می‌کنیم، یعنی میلیاردها دلار سرمایه گذاری باید براش بشه که تامین اون بودجه خودش یکی از مسائل محدود کننده است در سطح کلان. واکسن فایزر دو دوزی تنظیم شده، اینجور به خاطر اینکه یادآور اون پروتئین سپایک هست پیش میره. ما الان واکسن رو توی پورتفولیو داریم که فقط یک دوزی هستن،
مثالش واکسن جنسن هست که فعلا فقط میخواد با یک دوز کارو پیش ببره. واکسن هایی هم داریم که مثل سگانه باید سه بار زده بشه. بنابراین اینها همش در طول چند ماه آینده مشخص. آیا این واکسن های پیشتاز فقط از بروز علائم جلوگیری میکنن یا جلوی انتقال ویروس از فردی که مثلا علامت نداره به دیگران هم جلوگیری میکنن؟ واکسنی برای ما واکسن ایدئال هست که نه تنها از بیمار نشدن افراد جلوگیری بکنه، بلکه از انتقالش به دیگران هم پیشگیری بکنه. این خیلی مهم هست، به خاطر اینکه اگر ما فرض کنیم واکسن تو درصد بالایی از خود افراد در سطح جامعه اثر میکنه و اون فردها رو مواجه میکنه، اگر اون افراد هنوز این امکان داشته باشن که واکسن رو انتقال بدن، برای اون کسایی که واکسن توشون اثر نکرد به هر دلیلی یا به علت اینکه نمیتونستن واکسن بهشون زده بشه به خاطر نقص ایمنی یا مشکلات دیگه که داشتن، این افراد هنوز در معرض خطر باقی میمونن. پس امیدواریم که اونهایی که نهایتا انتخاب میشن برای اینکه در سطح کلان توزیع بشن، اونهایی باشن که حتما در سطح جامعه هم ایمنی ایجاد میکنن و جلوی انتقال رو میگیرن. اگه ویروس جهش پیدا کنه آیا واکسنایی که تا حالا ساخته شده بی اثر میشن؟ سوال خیلی مهمیه و اهمیت زیادی داره در تولید واکسن. خیلی از جهش ها ویروس ها مرتب جهش میکنن و این چیز عجیبی نیست. هزاران جهش رو ما الان داریم در همین ویروس سارس کوو 2 مشاهده میکنیم. اینکه این جهش باعث میشه که مثلا کدوم قسمت ویروس ساختارش تغییر بکنه، اصلا تغییر بکنه یا نکنه، و اینکه اگر تاثیر مثلا روی همون پروتئین اسپایکی باشه که ما واکسن رو و سیستم ایمنی روی اون تنظیم کردیم، بله این ممکنه که مشکل ایجاد بکنه. فرضاً همین واکسن mRNA فایزر به خاطر اینکه فقط روی اسپایک پروتئین عمل میکنه، اگر ویروس تغییر عمده‌ای در اسپایک پروتئینش صورت بگیره و سیستم ایمنی ما نتونه تشخیص بده این پروتئین جدید رو با واکسنی که قبلا ساخته شده، این مشکلی است که باید نوع واکسن تغییر بکنه و در سالهای بعد نوع جدیدش تولید بشه. یه نکته ای که اینجا هست اینه که اگر ما بتونیم سریع عمل بکنیم و کل دنیا رو به مقداری که لازم هست ایمن بکنیم، این فرصت رو میتونیم از ویروس بگیریم که با جهش‌هاش ما رو در مشکل قرار بده. مثالی که ما داشتیم مثلا همین اخیراً شنیدیم که دانمارک توی حیوانایی که برای مصرف پوستشون استفاده میشد این جهش صورت گرفت و این جهش میتونست اگر کنترل نمیشد پخش بشه و یه مقدار پیشرفتایی که در زمینه واکسن داشتیم رو مختل کنه. خیلی خیلی ممنون دکتر ستایش. بقیه سوالات شما رو در مورد واکسن، توزیعش، اینکه کی به ایران و افغانستان میرسه رو در برنامه بعدی 37 درجه جواب میدیم. شما هم مثل منید که هرچقدر سنتون میره بالاتر تعداد خالهایی روی بدنتون بیشتر میشه و نگرانشون میشین. چطوری میتونیم خال بی خطر رو از خال سرطانی تشخیص بدیم؟ بهترین روش برداشتن خال چه برای درمان چه برای زیبایی چیه؟ در دوران شیرین ما قبل کرونا به دنبال پیدا کردن جواب این سوالها رفتم. خیلی از ماها توی بدنمون خالهایی داریم که ازشون متنفریم و یه عمری دلمون میخواسته برشون داریم. روش های امن برداشتن خال کدوم ها؟ چطوری خودمون میتونیم خالامون رو معاینه کنیم و بفهمیم کی سرطانی میشن؟ من رفتم زیر این دستگاه خالیاب تا جواب این سوال ها رو پیدا کنم. مثلا این خال؟ خال مجموعی از سلول‌های پوستیه که بیش از اندازه رنگدانه تولید کردند. خال میتونه سیاه، قهوه‌ای یا همرنگ پوست باشه. سطحش میتونه صاف، برجسته یا نرم باشه. میتونه مودار یا بیمو باشه. اکثر خال‌ها طبیعی و بی‌خطرند، ولی در موارد کمی ممکنه به سرطان ملانوما که خطرناکترین نوع سرطان پوسته تبدیل بشه. اومدم به مطب دکتر کتی تقی‌پور متخصص پوست در لندن تا یک تصویر دقیق‌تری از خالهایی که دارم به دست بیارم. خالی که سالم باشه در واقع حاشیه و رنگش متقارنه و یکسانه و معمولاً خالای دیگه هم در بدن هست که شبیه اون خال هستن. کی خال از حالت عادی به سرطانی تبدیل میشه؟ خال برفی معمولاً فرق میکنه با خالای دیگه. یعنی در واقع یه خالیه که متفاوته و شبیهش نیستش در بدن.
بعد این میتونه متقارن نیستش از نظر حاشیه و از نظر رنگ، ممکن رنگای مختلف توش باشه و ممکنه حاشیهش یکسان نباشه. لزومن اینی که برجسته باشه خال به معنی بدخیم بودنش نیست هست؟ نه اینطور نیست، ولی یه خالی که برجسته نباشه و بعد بعداً برجسته بشه نشوندنده اینه که یک فعالیتی توی اون خال هستش، در این ممکنه مسئله باشه که بعدش توجه بشه. برای تشخیص خالهای مشکوک به سرطان یک مثال خیلی ساده کمک بسیار بزرگی بهمون میکنه. اگه یادتون باشه اون مثال جوجه اردک زشت براتون زدم، مثل این عکس نگاه میکنین، تمام این اردک ها همه یه رنگن به جز این یکی، این شبیه اون خالی هستش که ما باید بیشتر بهش دقت کنیم. اگر این عکس رو نگاه کنین همون مثال رو نشون میده، این شخص تمام این خالایی که روی بدنش هستن اگه نگاه کنین همه به یه اندازه هستن، همه یه رنگ هستن، ولی یه خال اینجا خیلی متفاوته. این ملانوم هست، سرطان پوست، که حاشیه دورش نامتقارن هستش، رنگش هم همینطور، اینجا یه خود کمرنگتره، اینجا پررنگتره، اینجا حتی کمرنگتره، و این نشوندنده اینه که این خال فعالیت توش وجود داره و فعالیتی هستش که بدخیمه. یه مثال دیگه مثل این، چند تا خال هست در بدن ولی این از همه تیره تره و فرق میکنه با همه، مثل جوجه اردک زشت. و اگه بریم نزدیکتر میبینین که بازم دورش یکسان نیست و رنگاش هم یکسان نیست، این تیره تره، این روشن تره، این روشن تره، و با درماتوسکوپ میتونین اینو خیلی بهتر ببینین، دورش نامتقارن هستش، رنگا همه نامتقارن هستن و این نشان دهنده خال سرطانیه. بریم ببینیم اوضاع من چطوره. این دستگاه خالیاب از فرق سر تا نوک پا رو اسکن میکنه تا همه خالهات رو پیدا کنه. در 8 موقعیت مختلف میستم تا دوربین مخصوص خالها رو با جزئیات زیاد تشخیص بده. دکتر تقریبا نتیجه چی؟ خب این رپورتیه که میذاریم روی USB و میدیم به مریضا که وقتی که خودشون رو چک میکنن تو آینه کمکشون میکنه که یادشون باشه چند تا خال داشتن، کدوم خال قدیمیه، کدوم خال جدیده. چند وقت یه بار شما به مریضاتون پیشنهاد میکنید که بیان که اینو تکرار کنن؟ بستگی داره که چه نوع مریضی باشن، کسی باشه که قبلا ملانوم داشته باشه یا خیلی خال داشته باشه، معمولا سالی یه بار. دستگاه تشخیص میده که شما خال جدیدی دارین از سال پیش تا الان یا اگه خالایی که از قبل داشتین عوض شدن یا نه. یه حلقه قرمز میذاره دور خالایی که جدیدن و خالایی که عوض شدن از دفعه قبل تا الان. برای اینکه دقیق‌تر نگاه کنیم یه دستگاهی هست به نام درماتوسکوپ. مثلا این خال، اگه نگاه کنین اینجا تمام حاشیه این خال خیلی میزون و یکسانه، خیلی گرده، و تمام رنگدانه هاش هم خیلی میزونه، هیچ جا از جای دیگه مثلا رنگش تیره تر نیست یا روشن تر نیست یا قرمز نیست یا خاکستری نیست، همش یه رنگه و این نشوندنده یک خال سالمه. تو وبسایت های ایرانی رو که نگاه میکردم دیدم روش های مختلفی رو معرفی کردن برای برداشتن خال، مثل یخ زدن، سوزوندن، رادیو فرکانسی، لیزر، کدوم رو شما توصیه میکنید؟ بهترین راه برداشتن خالای بدخیم جراحی پوسته که با بی‌حسی موضعی انجام میشه. معمولا نزدیک 30 دقیقه تا 45 دقیقه طول میکشه که یه خال برداشته بشه و مریض میتونه بره خونه بعدش. ایرادی که روش یخ زدن داره چی هست؟ یخ زدن در واقع نیتروژن مایع استفاده میکنه که یه زائده رو یخ بزنه در روی پوست. اینو برای خال من توصیه نمیکنم به خاطر اینکه بافت خال رو از بین میبره و شانس اینکه اون خال آنالیز بشه زیر میکروسکوپ از بین خواهد رفت، ولی برای زائده های مثل زیگیل خیلی مفیده. روش سوزوندن چی؟ سوزوندن هم بافت خال رو از بین میبره، در نتیجه بهترین راه برای برداشتن خال نیست، ولی برای زیگیل کمک میکنه. رادیو فرکانسی روش شناخته شده برای برداشتن خال نیست تا اونجا که من میدونم. لیزر میتونه خال رو برداره به طریق سطحی، یعنی ممکنه خال در آینده برگرده و میتونه یه لکی به جا بذاره که اون لک ممکنه دائمی باشه و از بین نره.
بعضی از افراد هم هستن که خالایی دارن مثل این خاله زیر لب من که خوششون نمیاد، فقط از نظر زیبایی میخوان برش دارن. آیا شما توصیه میکنین خالی که آسیبی نمیرسونه یا اذیتی نداره رو برداشته بشه در واقع؟ این خیلی مسئله شخصیه، برای هر کسی زیبایی یه چیز شخصیه. به نظر من خال شما خیلی هم قشنگه، ولی اگه خواستین برش دارین، این خال در واقع که شما دارین برداشتنش خیلی راحته. ولی من توصیه میکنم همطور که ما در بریتانیا انجام میدیم، هر خالی که برداشته میشه از بدن، چه خوشخیم چه بدخیم، فرستاده بشه برای آنالیز زیر میکروسکوپ. چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ملانوما هستند؟ کسانی که پوستشون و رنگ مو و چشمشون روشن‌تره معمولا زودتر میسوزن، راحت‌تر میسوزن و اونا ریسک ملانومشون بالاتر هستش. همچنین کسانی که در دوران کودکی آفتاب سوخته باشن، موقعی که تاول میزنه پوست، باز هم مهمه به عنوان ریسک برای ملانوما در آینده. دیگه کسانی هستن که مثلا شغلشون ایجاب میکنه که بیرون زیاد باشن، مثلا کسانی که در مزرعه کار میکنن یا روی ساختمون کار میکنن، تمام مدت آفتاب روی بدنشون باشه، اینا هم ریسکشون بالاتر هستش. توصیه میکنم قسمتی از پوست که بیرون هستش و در معرض آفتاب هستش حتما محافظت بشه با کرم ضد آفتاب. و پوشیدن لباسایی که آستینشون بلند باشه یا یقهشون بالا باشه هم کمک میکنه که محافظت بکنه از پوست. و همینطور مثلا برای آقایون من توصیه میکنم که کلاه بذارن که پوست سرشون رو محافظت بکنه و همینطور گوشاشون. گروه دیگه هم که ریسکشون بالاتر است برای سرطان پوست در کل، کسانی هستن که سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه، مثلا کسانی که پیوند عضو داشتن یا مسائل ایمنی دیگه ای داشته باشن. آیا ممکنه خالای مادرزادی سرطانی بشن؟ هر خالی چه مادرزادی چه اکتسابی احتمال اینکه سرطان بشه وجود داره براش. بیشتر یا اکثریت سرطان پوستی زایده‌های جدید هستن، ولی گاهی اوقات خالای قدیمی هم میتونن تبدیل بشن به سرطان. این نشون میده که ما چند ماهی بار باید مقابل دو تا آینه موازی بیستیم و خالامون رو چک کنیم و ببینیم که آیا تغییری توشون به وجود اومده یا نه. زنگ‌های خطر اینان: عدم تقارن، یعنی زمانی که دو نیمه خال یکسان نیستن، حاشیه غیر عادی، نامشخص و ناهموار، خالهای چند رنگ و خالی که قطرش بیشتر از 6 میلیمتر باشه. اگه در معایناتتون متوجه خال جدیدی شدید که این مشخصات رو داره، باید بلافاصله به پزشکتون مراجعه کنید. چون اگه خالتون سرطانی باشه و به سرعت درمان نشه، سلولهای سرطانی میتونن توی بدن پخش بشن. اما خبر خوب اینه که اگر سرطان پوست رو زود تشخیص بدید، کاملا قابل درمانه. درسته که ما فقط از 10% از ظرفیت مغزمون استفاده میکنیم؟ نه خیر، متاسفانه این باور غلطه. گرچه ماها دوست داریم فکر کنیم که اگه بخوایم میتونیم از درصد بیشتری از سلولای مغزمون کار بکشیم و اگه میتونستیم چه ها که نمیکردیم. متخصصای مغز و اعصاب با تصویربرداری از مغز نشون دادن که ما از تمام بخشای مغزمون استفاده میکنیم و تقریبا همیشه بیشتر قسمتای مغزمون فعاله. مثال ساده قهوه ریختن سر صبحانه رو در نظر بگیرید. شما حرکت میکنید به سمت ظرف، ظرف رو بر میدارید، قهوه رو تو فنجون میریزید، یک مقداری جا در فنجون خالی میذارید برای ریختن شیر یا شکر و در نهایت هم همش میذارید. برای انجام همین یه حرکت ساده، این قسمت ها از مغز فعالند. لوب پس سری، لوب آهیانه‌ای، اعصاب حرکتی، قشر اعصاب حرکتی، عقده های قاعدگی، مخچه و لوب پیشانی. و نورون ها هم پیام های عصبی را در چند ثانیه به کل مغز میرسونند. اما شاید این باور غلط از اینجا شکل گرفته باشه که فقط 10% از سلول های مغز ما ماده خاکستری یا نورون ها هستند. بقیه 90% ماده سفیدن که در واقع نورون ها رو تغذیه می کنند و هیچ نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.
امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. بهمون ایمیل بزنید siohaft@bbc.co.uk. اگر دلتون میخواد برنامه‌های قبلی یا ویدیوهای قبلی 37 درجه رو ببینید، سر بزنید به وبسایت BBC فارسی، روی قسمت تلویزیون برنامه 37 درجه رو کلیک کنید. مراقب باشین در این دوران خودتون و خانواده‌تون رو به خطر نندازید.